محمد نوریزاد در 32 تحلیل هفتگی از شبکه جهانی دور تیوی بی تفاوتی برخی از هموطنانمان را مورد انتقاد قرار داد و گفت اینکه عده‌ای از مردمان خوب ایران به خاطر ما و آینده این سرزمین در زندانها باشند و زندگی خود را فدای ما مردم کنند و ما آنها را به دست فراموشی بسپاریم و به زندگی و روزمرگی خود مشغول شویم به دور از انصاف است. توجه شما را به سخنان محمد نوریزاد جلب می‌کنم. سلام و درود به شما هموطنان خوب و نازنینم. من امروز میخوام از شما هموطنان گله کنم و بگم ما در قبال همدیگه مسئولیم و اگر اجازه بدیم که زمان همچنین بگذره و ما سر به کار خودمون داشته باشیم، این وضعیت آوارگونهی که بر سر ما خراب شده همچنان تداوم خواهد داشت. یه روزی یکی از این سرشناسان اصلاح طلب منو دید و در یه جمعی و با یه غروری به من گفتش که آقای نوریزاد، من تمامی نوشته های شما رو میخونم. بهش گفتم شما مجاهده بزرگی میکنید. خندیدن، منتها او خودش متوجه شد که مطالعه یک نوشته از هر کسی برمیاد، مهم بعد از مطالعه است. من میخوام اشاره بکنم به جمعی از عزیزان ما که به نمایندگی از مردم در زندانن و ما نسبت به اونها بی تفاوتیم. یادم یه روز یه آقایی که از یه اتومبیل خیلی شیک پیاده می شد منو دید و سلام علیک کرد و بعد گفتش که یه مدتی ننوشتید، یه مدتی من چیزی ندیدم از شما. بعد پرسیدم که آخرین نوشته من یا آخرین سخن من کی بوده که شما خندید یا شنیدید. بعد دیدم اشاره کرد به 5 ماه 6 ماه پیش. اینجور هموطنان انگار که یه سینما رفتن، بعد از این پاپکورنا چوسفیلا خریدن، همینجوری که فیلم دارن میبینن مثلا اینا رو دونه دونه میذارن دهانشون، تفریح میکنن. حالا نوشته ای از منه، نوشته ای از یک دوست زندانی است، اینها رو هم از باب تفریح میبینن. همین و بیش از این نیست. من گله ویژه و خاصی که دارم از شما هموطنانم این هستش که اجازه ندیم جمعی از خوبان ما به خاطر ما در زندان باشند و ما یادی از اونها نکنیم و کاری براشون نکنیم و اجازه بدیم زمان بر ما بگذره و ما تفریح گون حالا یه نوشته ای از اونها بخونیم، یه خبری از اونها بخونیم. اونا توی زندان هستن و ما هم سر به کار زندگی خودمون داریم. من از باب نمونه فقط اشاره می کنم به چند نفر که همین اکنون در زندانن. به نرگس محمدی که 2 فرزندش و همسرش از او جدا هستند و او صرفاً و فقط و فقط به خاطر ما، به خاطر آینده روشنی که ما باید داشته باشیم و به خاطر اینکه حاکمیت اعتنایی به حقوق مردم نمی کنند، اکنون در زندانه.
خانم نرگس محمدی، آتنا، دائمی، بسیاری از بانوانی که هیچ خطایی مرتکب نشدند، اعتراض مختصری کردند یا عقیده دیگری دارند، الان در زندانند و ما هم هستیم، داریم زندگیمون رو میکنیم، اونا هم اونجا هستند و انگار که مثلا اینا نقل و نبات زندگی ما هستند، که مثلا ما حالا سوار مترو میشیم، سر کار میریم، سوار اتومبیل خودمون میشیم، زندگی خودمون رو میکنیم، اونا هم توی زندان هستند و هر از گاهی یک نوچی هم میکنیم. از باب نمونه مثلا خانم آتنا دائمی، یه دختر جوان صرفا به خاطر حقوق کودکان و مردم کرد که در کوبانی آسیب می دیدن، او اعتراض کرده و الان در زندانه و ما هم داریم زندگیمون رو می کنیم. یا جناب عبدالفتاح سلطانی، این سه نفر رو من متعمدانه از باب نمونه اسم می برم وگرنه عزیزان فراوانی هستند. الان شما نگاه کنید، آقای رضا ملک در زندان مرتب داره روشنگری میکنه، آسیبش رو هم میبینه، او چیزی به اسم زندگی نداره، نابودش کردن، تمام زندگیش رو متلاشی کردند. او برای ما زندانه، برای ما، برای نسلهای ما، برای آینده این سرزمین. ببینید من یه اشاره‌ای بکنم به جمع هنرمندانمون. دو تا هنرمند رو اسم میبرم و اینکه جمع کثیر هنرمندان ما سر به زندگی خودشون دارن. جناب استاد شجریان، این مرد بزرگ الان ممنوع الکاره، صداش پخش نمیشه و اجازه نمیدن کنسرتی برگزار بکنه، صرفاً به خاطر اینکه جانب مردم رو گرفته و هنرمندان ما دارن کار خودشونو میکنن. آقای جعفر پناهی، صرفاً و فقط و فقط به خاطر مردم آسیب دید، زندان رفت، الان محروم از کاره. یک هنرمند رو وقتی محروم میکنن از کار، یعنی راه تنفسش رو بند میارن و هنرمندان ما مشغول کار خودشونن. چه ایرادی داشت؟ مرتب، روز به روز، ماه به ماه، هفته به هفته، هنرمندان ما اعتراض خودشون رو در واژه‌های نمکین، نه تند و تیز که براشون مسئولیت آور باشه و پر از مخاطره، مثلا اعلام بکنن، بیانیه بدن، اعتراض بکنن، مطلب بنویسن که آقا شجریان یک گنج، نرگس محمدی، آتنا دائمی، عبدالفتاح سلطانی، اینها گنج های سرزمین ما هستند و در زندانن. آقای جعفر پناهی یک آبروست برای جمعیت هنرمندان ما و جامعه هنری ما. ما هم داریم زندگیمون رو میکنیم. این گله من از این روی هست که ما داریم زندگی میکنیم و این عزیزان ما دارن آسیب میبینن. ما که داریم سخن از حق و حقوق مردم میزنیم، اولین آسیبش به خودمون و به خانوادمونه. بسیاری از ما اصلا خانواده دیگه نداریم، نابود کردن ما رو، در تنگنای معیشت قرار گرفتن. چه ایرادی داره به صورت تک نفره، جمعی، هر از گاهی به خانواده ای سر بزنیم که مردش، دخترش، همسرش در زندانه؟ این نمیتونه جرم تلقی بشه و شما رو فردا از کار مثلا برکنار بکنن، از کار هنریتون برکنار بکنن. چه ایرادی داره هر از گاه این هنرمندان ما یه نامه‌ای بنویسن به دستگاه قضایی، به رهبر، به مجامع بین المللی و خواستار این باشن که هنرمندان ما آزاد باشن، اونایی که در زندانن، اونایی که محرومیت دارن، در تنگنا هستن، گشایش ایجاد بشه برای اینها. این نمیشه که ما سر به زندگی خودمون داشته باشیم،
این عزیزان هم آسیب ببینن. بسیاری از ما که زندان رفتیم، آسیب دیدیم، جدن میگم، در تنگنای حساسیت های بزرگ هستیم و خانواده ما آسیب میبینه. من کارگری رو سراغ دارم که 7 سال مستقیم و بدون مرخصی زندان بوده، الان آمده. خب این چقدر باید بدوه که اون خلأ 7 سال نبود خودش رو جبران بکنه؟ و ما آیا سراغی از او گرفتیم؟ ایرادی نداره که ما دست جمعی تک نفره به خانواده اینها سر بزنیم، مشکل معیشتیشون رو برطرف بکنیم، سراغی ازشون بگیریم. فرض بکنیم که این عضوی از خانواده ماست. کدوم یکی از اینها به خاطر اختلاس در زندانن؟ کدوم یکی از اینها به خاطر منافع شخصیشون در زندانن؟ یا به خاطر منافع شخصیشون الان محروم از کارن، محروم از فعالیتن، و به خاطر اون فعالیت مردمی که کردند، فعالیت قانونی اتفاقن، نه غیر قانونی، الان در تنگنا هستن و ما داریم زندگیمون رو میکنیم. اینی که ازتون خواهش میکنم به این مهم دقت بکنیم، توجه بکنیم و اجازه ندیم که زندانیان ما حکم تنقلات زندگی ما رو داشته باشن، حکم اون پاپکورن یا ذرت یا چوسفیلی که در سینما حالا تلق تلق داریم فرو میبریم و فیلممون هم داریم تماشا میکنیم. مثل اون آقایی که میگفت آقای نوریزاد یه چند وقت یه دیگه ننوشتی. خب این آدم، این دوست ما، این هموطن ما، انگار از نوشته های ما، از زندان رفتن های ما یه تفننی برای خودش، یه تفریحی برای خودش پرداخته و نمیخواد کوچکترین قدمی برداره برای اینکه هموطنش که به خاطر او در زندانه، مثلا با یک گشایش مختصر تو زمینه های دیگه، اصلا همدلی، یک ریال هم هزینه نکنیم، همدل باشیم، به اونها بگیم که ما شما رو فراموش نکردیم، میفهمیم که شما به خاطر ما در تنگنا هستیم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.